حال بریم سر مورد آخر، سلطنت انتخابی. قدرتگیری خمینی که تحت لوای به اجرا گذاشتن احکام شرع توسط مجتهدان انجام شد، وضعیتی را که از دید ما سنتی بود و در جمع دو سه قرنی بیشتر عمر نداشت زیر رو کرد. وحدتی که قرنها گم شده بود ناگهان به کمک دستگاه دولت احیا شد. هم دو اقتدار سیاسی و مذهبی یکی شد، هم یک نفر در رأس آن قرار گرفت و هم تکلیف درست‌دیدی روشن شد و معلوم شد که اسلام راستین که این همه درباره آن سخن گفته می شود، از دید کسی که صاحب اختیار دین شده کدام است. صعود خمینی به قدرت به یمن پشتیبانی مردم انجام گشت، طی انقلابی که اساساً دینامیزم سیاسی داشت ولی در نهایت به تمرکز دو اقتدار سیاسی و مذهبی در دست یک نفر منجر گشت. ولی از مورد استثنایی و انقلابی به قدرت رسیدن خمینی گذشته، میبایست برای جانشینی مقام جدید و اختراع رهبر روشی ابداع میگشت که در قانون اساسی ثبت شد، ولی تکلیف بخش مذهبی قدرت رهبری که در رأس امور قرار گرفته بود و ترتیب رابطه وی با روحانیت روشن نشد. قرار است نظام فعلی ایران سیاست و مذهب را در هم تحلیل ببرد، ولی وقتی قانون اساسی آن را می‌خوانید سراسر صحبت از نهادهای دولتی است و البته رهبری که نقش و اختیارات سیاسیش طبق این قانون مشخص گشته است، ولی کلمه ای از سازماندهی روحانیت در آن نیست و اختیارات مذهبی رهبر هم کلی‌تر از آن است که تکلیف کسی را روشن سازد. در حکومتی که قرار است دیانت و سیاست را یکی کرده باشد چنین چیزی محل تأمل است. ببینیم ریشه داستان در کجاست. تا وقتی اختلاط دین و دولت را چنان که رایج است در صورت کلی و تفکیک ناشده آن در نظر بگیریم، مطلب قدری گنگ می نماید. ولی وقتی وارد جزئیات شویم و عناصری را که در بخش دوم نوشته حاضر آمد از هم جدا کنیم، خواهیم دید که خمینی در این یکی شمردن دیانت و سیاست از بابت اقتدار و هنجار و گروه اجتماعی هیچ تمایلی نداشت تا این دو را از بابت سازمانی با هم یکی کند. به عبارت دیگر نمیخواست روحانیت در هیچ نهاد دیگری از جمله دولت تحلیل برود و روشن است که در این حالت موجبی نمیدید از روحانیت، از سازمان روحانیت یا از گستره اختیارات مذهبی رهبر در قانون اساسی صحبتی در میان بیاید. سکوت قانون اساسی اسلامی در باب مذهب خود اعترافی غیر مستقیم به سابقه و عمق جدایی دین و دولت در ایران است که از آن ناخواسته بدان از سوی خمینی آدمی خالی از نمک نیست. خمینی خوب میدانست که در شرایط قرار دارد که تمایز عملی سیاست و مذهب قرنهاست حاصل شده. هدفش یکی کردن این دو بود، ولی یگانگی کامل اینها را نمیخواست، چون برتری یکی را بر دیگری طالب بود. برتری در جایی معنا دارد که دو چیز در کار باشد. وحدت بحث برتری را خلق می کند. به همین دلیل در متنی که قرار بود تکلیف حیات سیاسی مذهبی ایرانیان را روشن کند، حرفی از سازمان روحانیت در میان نیامد. البته این را نیز باید در نظر داشت که اسلامگرایان برای نوشتن قانون اساسی دو سرمشق داشتند، یکی قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه که هر دو فقط به دولت و قوای سیاسی می‌پردازد. البته عناصری را که میباید از خود به آنها افزودند، ولی بدون این الگوها یا به عبارت دقیق‌تر بدون میراث لیبرالیسم اصلا قادر به نوشتن قانون اساسی نمی‌بودند. اما در مقابل برای نظم و ترتیب دادن به روحانیت نه سرمشقی داشتند و نه خود ابدایی کردند. از دید خمینی روحانیت میبایست محض تحقق برتری خیش بر دولت مسلط میگشت و از مقامی برتر از ملت و نه فقط از دولت که حاکمیتش را از او غصب کرده بود به اداره کشور میپرداخت. یادآوری میکنم که هدف اصلی و اساسی مخالفت وی حکومت شاه نبود، سازمان دموکراتیک و لیبرالی بود که مشروطیت برای ایران تجویز کرده بود. وقتی ما به مواضع سیاسی خمینی دقیق میشویم و آنها را در دورنمای کشمکش‌هایی که از انقلاب مشروطیت به نیمسو در ایران جریان داشته قرار میدهیم، معلوم ما میشود که او روحانیت را در عمل رقیب ملت میدانست نه دولت، و اختیاراتی را که از مشروطیت به نیمسو قرار بود مال ملت باشد حق روحانیت میشمرد و در صدر آنها تسلط بر دستگاه دولت را. بیرون بودن روحانیت از قانون اساسی به نوعی موقعیت ملت را تداعی می کند که مؤسس این قانون است و خود بر مبنای قانون تأسیس نمی شود. اینکه خمینی طالب جدایی سازمانی سیاست مذهب باشد در وهله اول به نظر غریب می آید، ولی وقتی توجه داشته باشیم که او بار تاریخی جدایی این دو را در ایران بر دوش خود حس می کرد و در این آگاهی بر ناممکن بودن یگانگی کامل دین و سیاست، در اصل خواهان برتری دین بر سیاست بود، مطلب بهتر روشن می شود.
به هر صورت برتری مطلوب خمینی میبایست منطقا و در عمل به نفی استقلال سیاست و جذبش در مذهب میانجامید، یعنی همان ایجاد حکومت توتالیتر، و همین دور هم شد. ولی از طرف دیگر خمینی میدانست که یکی شدن کامل روحانیت و حکومتگری باعث تحلیل رفتن روحانیان در دستگاه دولت خواهد شد، و از آنجا که به هیچ وجه نمیخواست چنین اتفاقی بیفتد، مایل بود تا سیاست و مذهب را از بابت سازمانی تا حد امکان از یکدیگر جدا نگاه دارد، کاری که البته در نظام ساخت و پرداخته وی به طور کامل مدل نظام توتالیتر، نقشی که در نظام‌های مشابه به حزب واحد محول می‌گردد، کلاً به روحانیت محول شده. انتخابی اثر ناچاری و بی‌عاقبت که نتوانست به درستی تحقق بیابد. علاوه بر این، در نظام‌های توتالیتر اول ایدئولوژی درست می‌شود، بعد حزب، و در نهایت قدرت به کمک حزب گرفته و اداره می‌گردد. در مورد خمینی کارها وارونه شد و ساختمان حزب به بعد از قدرتگیری موکول گشت، و انصافا باید گفت که نامناسب ترین ماده اولیه که روحانیت شیعه باشد به این کار اختصاص یافت. مهار و انتظام این گروه هم بر گردن اسلامگرایان اعم از مؤمن و غیر مؤمن افتاد، که از ابتدای انقلاب عهده‌دار این مهم شدند و هسته اصلی کادرهای حزبی را تشکیل دادند. به هر حال از آنجا که قدرتگیری خمینی سازمان سنتی روحانی روحانیت را به کلی مختل کرده بود، گروه اخیر به ناگزیر باید ترکیب جدیدی پیدا می‌کرد. محور این ترکیب جدید رهبر جمهوری اسلامی بود، که قرار بود در عین عهده‌داری ریاست سیاسی بعد از قرن‌ها دوباره وحدت روحانیت را با ریاست مذهبی خیش تضمین نماید. باقی سازمان بعد حول مقام او ساخته می‌شد. کوشش برای گرفتن اختیار حوزه‌های علمیه، یک دست کردن عقاید اگر شده به کمک دادگاه باقی سازمان باید حول مقام او ساخته می‌شد. تحت نظارت و اختیار گرفتن اجازه اجتهاد و خلاصه منتظم کردن روحانیت زیر نظر رهبر، همه معطوف به ایجاد وحدت حول اقتدار جامعی است که در اصل به کمک قدرت سیاسی مستقر گشته و برجا مانده. در جمع راه حلی که عملا توسط خمینی و وراثش برای اقتدار مذهبی در میان نهاده شد، ترکیب جدیدی است از همان سه عاملی که ذکرشان رفت. وقتی به فرایند تعیین رهبر نظر کنیم، رد این سه عامل را که اسمن در آن منظور گشته ولی در عمل درست به کار گرفته نشده در درش خواهیم یافت. تا آنجایی که به تخصص مربوط است، مجلس خبرگان محل گرد آمدن متحدانی است که کارشناس علوم مذهبی هستند و البته اجازه نامزدی را از شورای نگهبان دریافت می کنند، نه از استاد راهنمایشان. آنجایی هم که قبول مؤمنان مطرح است، قرار بر این شده که اعضای مجلس با رأی مردم برگزیده شوند، که البته داستان حالت نوع انتخابات دو درجه‌ای وارونه پیدا کرده. انتخاباتی که درجه اولش را روحانیت به عبارت دقیق‌تر شورای نگهبان انجام داده و درجه دومش با مردم است. میماند اسمت که عنصر اساسی است، ولی تکلیفش درست روشن نیست. میبینیم که جدل بر سر آن بدین صورت بیان گشته که رهبر توسط خبرگان کشف می‌شود یا نصب می‌گردد. روشن است که فقط صورت اول بیانگر بهره وری وی از تایید الهی است، و تازه این هم نام اسمت نگرفت، لااقل به طور رسمی. حکومت اسلامی لازم می‌داند که اسمت را به رهبر منتقل کند و وی را مؤید به فضل الهی معرفی نماید، ولی قادر نیست این کار را به صراحت انجام بدهد، به دو دلیل کلی. اولین آنها که تاریخی است، همان تعطیل ماندن رسمی اسمت چند قرن است که کار استفاده نهادی از آن را مشکل می‌سازد، به خصوص که در تشیع ادعای مهدویت اتهام بسیار سنگین است. ولی امر دیگری هم هست که اساسی و نظری است. مخروج شدن اقتدار سیاسی و مذهبی کل این دستگاه را دچار اختلال کرده و امکان تثبیت شد مخلوط شدن اقتدار سیاسی و مذهبی کل این دستگاه را دچار اختلال کرده و امکان تثبیت شدن راه و روشی را که برای انتخاب رهبر به کار گرفته شده است از آن گرفته. اگر وی چنان که شایسته رهبر مذهبی است برگزیده خدا باشد، که مردم به کلی از گردونه خارج خواهند شد، و اگر چنان که اقتدار دموکراسی است توسط گروه اخیر برگزیده شود، وجه الهی قدرتش از محتوا خالی خواهد شد. مشکل اصلی کار نظام اسلامی از دخالت مردم در انتخاب رهبر زاییده می شود.
از آنجایی که اقتدار رهبر جمهوری اسلامی هم سیاسی و هم مذهبی است و به این دلیل که فکر حاکمیت ملت از انقلاب مشروطیت به این سو چنان در ایران جا افتاده که ریشه کن شدنی نیست، شراکت مردم در انتخاب رهبر حال هر قدر هم جنبی و غیر مستقیم و به واسطه مجلس خبرگان نمیتواند حالت صرفا تشریفاتی بگیرد یا اینکه صورت بیعت را از دیدگاه مذهب تنها صورت درست آن است پیدا کند و خواه نخواه به فرایند تعیین رهبر رنگی غلیظ از انتخاب سیاسی میزند و انواع مطالبات دموکراتیک را به دنبال آن میآورد. تنها شکل بیعت که میتوانست در جمهوری اسلامی موجودیت پیدا کند در صورت نخستین قانون اساسی نظام آمده بود و در بین راههای مختلف انتخاب رهبر ذکر شده بود. در اصل 107 محض توجیه بعد از واقعه رهبری خمینی آمده بود که اگر یکی از فقهای واجد شرایط از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده باشد، رهبری نظام به وی میرسد. این اصل به خاطر پیشگیری از صعود کسی نظیر خمینی به قدرت و محض منظم کردن شیوه گزینش رهبری به هنگام بازنگری از متن حذف شد. به هر صورت در عصر جدید و با دموکراتیزاسیون جوامع مختلف و به خصوص با قبول برتری روش‌های گزینش دموکراتیک، تمایل به سنگین کردن وزنه موافقت مردمی و شبیه ساختن هرچه بیشتر هر نوع انتخاب در هر رشته به ترتیبات رأی‌دهی دموکراتیک در همه جا دیده می‌شود. همانطور که در ایران قبل از انقلاب به دلایل مختلف که حتما همه آنها هم مذهبی نبود، برخی مایل بودند تا آزادی انتخاب مرجع را جلوه، امروز هم گرایش به تفسیر رأی‌دهی غیر مستقیم مردم به رهبر در جهت گزینش سیاسی و دموکراتیک و نه بیعت مذهبی بسیار است و تا این مقام بعدی سیاسی دارد مهار شدنی هم نخواهد بود. البته اگر مقام رهبر فقط وجه مذهبی داشت، انتخاب خبرگان توسط مردم را میشد بخشی از بیان تایید الهی جمهور و کل فرایند را کشف محسوب کرد. ولی جایی که پای سیاست در میان باشد، انتخاب مردم نمیتواند جز به تفویض قدرت تعبیر گردد.